سرخط خبرها. ادامه واکنش‌ها به ترور معاون وزیر دفاع ایران، از بررسی لغو پروتکل الحاقی تا درخواست انتقام. مشاور فرمانده سپاه میگوید نباید احساسی برخورد کرد. حمله انتحاری به یک پایگاه ارتش افغانستان در ولایت غزنی، دست کم 30 نفر کشته شدند. کاهش آمار جانباختگان در ایران در پی افزایش اقدامات کنترلی. وزارت بهداشت میگوید مقررات مقابله با کرونا همچنان باید رعایت شود. و گرفتاری ارمنی‌های قره‌باغ بعد از آتش بس. سلام به شما، عصرتون بخیر. یک شنبه است 29 نوامبر برابر با 9 آذر. خوش آمدید به این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی. به دنبال ترور محسن فخری‌زاده، معاون وزارت دفاع ایران حسن روحانی رئیس جمهوری دستور پیگیری لازم برای پیشگیری و مقابله با این قبیل اقدامات به گفته او ناامن کننده را صادر کرده. مجلس ایران هم تهیه و تصویب طرحی برای لغو کردن پروتکل الحاقی در مورد بازرسی از تاسیسات هسته‌ای را در دستور کار گذاشته. در این میان مشاور فرمانده کل سپاه هشدار داده که نمیتوان با این مسئله احساسی برخورد کرد. هنوز کسی مسئولیت این ترور را بر عهده نگرفته، اما انگشت اتهام به طرف اسرائیل است. فیروز اکبریان گزارش میدهد. تشییع پیکر محسن فخری‌زاده رئیس مرکز پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران در اینجا مشهد، آرامگاه امام هشتم شیعیان. شخصیتی که نقشی کلیدی در پروژه‌های هسته‌ای و نظامی ایران داشت و پریروز در حمله‌ای مسلحانه در نزدیکی تهران کشته شد. ترور او واکنش‌های داخلی و خارجی زیادی داشته. واکنش‌های داخلی بیشتر بر انتقام از عاملان حمله متمرکز بود. از فرستادن هر گونه سیگنال ضعف، از جمله سخنان امروز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس. دشمن جنایتکار پشیمان نمی‌شود مگر با واکنش قوی که هم در مقابل خطاهای احتمالی آینده دشمن بازدارندگی ایجاد کنند و هم بابت این جنایات از آنها انتقام بگیرند. نمایندگان مجلس امروز در جلسه غیر علنی تصمیم گرفتند که با تهیه و تصویب طرحی اجرای پروتکل الحاقی در مورد بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران لغو شود. نمایندگان منشأ بسیاری از اتفاقات به گفته آنها تلخ را بازرسی‌های آژانس دانستند. بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز تهران هم صفحات اول خود را به این موضوع اختصاص دادند. اکثر آنها با بازنشر سخنان آیت الله خامنه‌ای موضوع انتقام از عاملان حادثه را برجسته کردند. در این میان روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن منصوب رهبر ایران است، در یادداشتی با عنوان دست بر ماشه بازدارنده با فرض اثبات نقش اسرائیل خواهان برخوردی محکم شده. شهر مهم بندری حیفا را آنچنان مورد حمله قرار دهیم که علاوه بر انهدام تاسیسات با تلفات سنگین انسانی نیز توأم باشد تا بازدارندگی ما به نقطه اطمینان برسد. شهید فخری‌زاده کاملا حفاظت میشد. اما حسین دهقان وزیر سابق دفاع و مشاور رهبر ایران به ضعف‌های امنیتی اذعان میکند. اینکه چرا این اتفاق افتاد باید از این منظر سوال بشه که چرا اشراف اطلاعاتی که ما داریم و امنیتی که ما در سطح ملی ما امروز داریم، این یک جاهایی درش رخنه صورت میگیره. آقای دهقان همچنین خواهان پاسخ درباره به گفته او این غفلت شده. اینکه از کجا این رخنه و نفوذ صورت میگیره، این اونجاییست که امروز باید مقامات مسئول جواب بدن. در یکی از تازه ترین واکنش های خارجی به این حادثه، دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا گفته منتظریم تا شواهد و واقعیت ها رو به طور کامل ببینیم. ما در مورد هدف قرار دادن غیر نظامیان به قوانین بسیار واضح بشر دوستانه بین المللی پایبندیم.
یکی دو سال پیش هم عکس ایشون جایی ظاهر نشد، منتشر نشده بود. محسن فخری زاده به گفته خود مقام‌های جمهوری اسلامی چهره‌ای مهم اما کمتر شناخته شده در عرصه بین المللی بود. انگشت اتهام برای مرگ او به سمت اسرائیل نشانه رفته، هرچند خود اسرائیل سکوت اختیار کرده. به هر حال در ادامه ترورها و اقدامات خرابکارانه از جمله در تأسیسات حساس هسته‌ای، بحث ضعف دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران و رخنه احتمالی در آنها مطرح شده تا جایی که شاهد حمله‌های اینچنینی در قلب کشور باشد. فیروزه اکبریان، بی بی سی. رضا علیجانی فعال ملی مذهبی از پاریس با ما هستن. آقای علیجانی خوش اومدید به برنامه. این در چند سال اخیر می‌بینیم که حملاتی از این دست بیشتر شده، سرقت اطلاعاتی داشتیم، خرابکاری در صنایع موشکی، در صنایع هسته‌ای ایران داشتیم. آیا میشه گفت که در ایران در دستگاه امنیتی و حفاظتی ایران مشخصاً مسئله رخنه مسئله جدی شده و اینکه ایران چه کار می‌تونه براش بکنه؟ با سلام. بله، مسئله اصلی یا بُعد امنیتی، حالا مسئله اصلیش سیاسی باشه ولی بُعد امنیتی مهم ترور اخیر همین مسئله است و حفره اصلی هم در اطلاعات سپاهه. و حالا ما میبینیم مثلا در بمب پوستری رو میچسبونن دیوار، میگن نتیجه مذاکره، گویی که این فقط مثلا در دوره اخیر اتفاق افتاده، در حالی که موقعی که تیم مذاکره کننده از خود حضرات هم بودن این اتفاقات میافتاد. اما این نشون میده که جنگ سایبری و جنگ اطلاعاتی در هر دو وجهش رو با اختلاف سطح بسیار زیادی اسرائیلی ها و ارگان های اطلاعاتی امنیتی خارجی برنده شدن. این هم خب علت ساختار سیاسی است که در ایران هم ساختاری که به شعار، به وفاداری، به تظاهر و فرمالیسم بیشتر باها میده، به ریش و رنگ لباس و نوع شعاری که داده میشه شایسته سالاری نیست. آقای خامنه‌ای به اصطلاح با دیکتاتوری 30 ساله داره این بحث ها رو نفوذ داره مانور میده و این تظاهر و تزویری که حاکم هست بر نظام و ساختار سیاسی کشور که ما در حراست ها و گزینش ها هم این رو دیدیم، این خب بهترین بستر هست برای ورود به سرا و نفوذ اطلاعاتی. آقای علی جان، به نظر خب ایران نمیتونه تا حد زیادی جلوی این اتفاقها رو بگیره، ولی آیا توانایی دستگیری مسئولان واقعی رو داره؟ چون در سالهای گذشته شاهد این بودیم که خب بعضی موارد کسانی دستگیر می‌شدن، مثل مثلا مازیار ابراهیمی، که بعدا معلوم می‌شد هیچ ارتباطی به این پرونده اون پروژه نداشتن. متاسفانه این تاریک‌ترین بخش مسئله است. یعنی وقتی به افکار اون دروغ گفته میشه، یه چیز مهمتری میخواهد پنهان نگه داشته بشه. اون چیزی که پنهان نگه داشته شده، اون حفاظت، حراست و حمایت مطلقه است که آقای خامنه‌ای از حامیان خودش داره، از سعید طوسی بگیرین تا کسانی که شکنجه میکنن، کشتار میکنن و یا حتی جاسوس هستن. و اینجا هزینه‌اش رو خب در واقع مردم دارن میدن. از منظر سیاسی هم به نظر میرسه که ما الان شاهد این خواهیم بود که فشار از پایین و مدیریت از بالا، فشار از پیاده نظام و مدیریت از مرکز. ما حدودا شاید مثلا دو ماه پیش بود شنیدیم که شورای عالی امنیت کشور، شورای عالی امنیت ملی، طبق بخشنامه‌ای به همه واحدهای نظامی گفته که در برابر هر گونه تحریک خارجی شما خویشتنداری نشون بدین و هیچ واحدی آتش به اختیار نیست. به نظر میرسه از جنبه سیاسی این هنوز حاکمه، یه سری سرصداها میکنن و عجیبه که بیشترین سرصدا به نهادها و رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی و مجازی اطلاعات سپاه نزدیکه. جیغ و دادی که اونا میکنن علیه برجام و علیه مذاکره، یعنی جایی که بیشترین اتهام امنیتی بهش وارد است، بیشترین حفره امنیتی، و اینم بسیار مشکوکه، بیشترین جیغ و داد از اونجا به گوش میرسه. اینها در نفوذی که در مشهد و قم دارن، افرادو به خیابون میارن. البته اینایی که این داد و بیداد رو راه انداختن علیه مذاکره، اینا مدیریت خواهند شد، ولی انگیزه‌های مختلفی دارن. یه عده نادانن، یه عده منافع دارن، یه عده توهم دارن، یه عده رقابت سیاسی میکنن، ولی عمدتاً پشت صحنه‌اش رو نفوذی‌های داره میکنن. من فکر میکنم در چند روز آینده حتی به لحاظ رسانه‌ای این ماجرا رو جمع بکنن، مدیریت بکنن، ولی حکایت همچنان باقی خواهد. آقای علیجانی، بعضی‌ها در ایران، بعضی از مقام‌ها از انتقام میگن، بعضی‌ها از اینکه ایران باید صبر بکنه، صبر استراتژیک اسمی
اسمش رو گذاشتن. ایران واقعا اگر بخواد تلافی بکنه، انتقام بگیره، چقدر واقعا قابلیتش رو داره که بتونه اون انتقام بزرگ و فراگیری که میخوان رو انجام بده؟ چقدر میتونه اصلا؟ ببین، همون معاوضه ای که با خانم گیلبرت، واقعا چهره مظلومانه ایشون تاسف‌باره، نشون داد که این توان عملیات خارج از کشور هزارا در چه حدیه. سه نفر رو با کلاه بیسبال و با ماسک و اینا وارد کشور کردن که ظاهرا برای ترور رفته بودن. عکس اینا در یکی از اشتراک‌کده های تایلند احتمالاً منتشر شد. اینها دست و پا در واقع آویزان برگشتن به کشور و جاهای دیگه میتونن از طریق نیروهای نیابتی کارایی بکنن. ولی وقتی که یک استراتژی اساسش نادرسته، این میوه های تلخ رو هم خواهد داد. هرچند الان تاکتیک درستی در پیش گرفته شده و اون سکوت و هوشیاری است، هرچند بسیار سرافکندگی برای جمهوری اسلامی است، ولی باعث نجات مردم و به نفع ملت ایران خواهد. متشکرم از شما. رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی از پاریس با ما. حمله یک خودروی بمب‌گذاری شده به یک پایگاه ارتش افغانستان در منطقه قلعه جوز در ولایت غزنی دست کم 30 نفر را کشته و 50 نفر را زخمی کرده. در یک حمله انتحاری دیگر در ولایت زابل در همسایگی غزنی هم یک نفر کشته شد و دست کم 20 نفر زخمی. به گفته مقام‌های محلی، هدف این حمله رئیس شورای ولایتی زابل بوده. مسئولیت این دو حمله را هنوز کسی بر عهده نگرفته. نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد. انفجار در نزدیکی یک پایگاه نظامی به وسیله خودروی نظامی نوع هاموی. فرد انتحاری صبح امروز خودروی مملو از مواد انفجاری خود را در منطقه قلعه جوز ولایت غزنی منفجر کرد. وزارت دفاع گفته هدف پایگاه ارتش بوده. سر پیره‌دارا منداختن، پیره‌دارا را از بین بردن، منتها به هدف نرسیدن. پیش از اینکه به هدف برسن موتور انفجار کرد. این وزارت گفته در این حمله 10 سرباز ارتش کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. اما منابع دیگر آمار تلفات را بیشتر از این میگویند. دست کم 30 کشته و نزدیک به 30 زخمی تا بعد از ظهر امروز. منطقه قلعه جوز که این رویداد در آن رخ داده، در حدود 12 کیلومتری جنوب شرق شهر غزنی موقعیت دارد و در مسیر ولسوالی دهیک است. دهیک از ولسوالی‌های ناامن غزنی است که حدود یک سال شده مرکز آن به دست دولت افتاده، اما طالبان در اکثریت مناطق دیگران فعالند. زابل در همسایگی غزنی نیز صبح ناآرامی را شروع کرد. انفجاری دیگر از همان نوع، خودرویی پر از مواد انفجاری. منابع محلی می‌گویند هدف رئیس شورای ولایتی زابل بوده. دو محافظ او با شماری از کودکان و زنان زخمی شدند که شمار آنان دست کم به 20 نفر می رسد. هرچند دولت و سیاستمداران در پی حل تنش‌ها و تسریع شروع کار شورای عالی مصالحه برای پیشبرد بهتر روند صلح هستند، خط نبرد در نقاط مختلف افغانستان خونین است. در دو ماه گذشته پس از شروع مذاکرات صلح میان دولت و طالبان، تقریبا هیچ روزی بدون خبر انفجار و انتحار به شب نرسیده. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. از محمد حیدری، کارشناس امور سیاسی، پرسیدم چرا با وجود ادامه مذاکرات صلح کماکان شاهد چنین حملاتی هستیم؟ متاسفانه طالبان اراده واقعی برای صلح نداره و یک مسئله است. بحث دیگه تلاش میکنه از طریق افزایش خشونت هر قدر که به نتیجه گفتگوها نزدیکتر شد و خشونتها را افزایش میده تا بتانه امتیاز بیشتری را بگیره. طالبان هنوز معتقد به راه حل نظامی هست و آنچه که در ادبیات طالبان پیداست، اونا تلاش میکنه که فتح المبین داشته باشه. اما رقم که در روز توافقنامه دو هم گفتن ما ایالات متحده آمریکا را شکست دادیم، تا به حال هم ادبیات طالبان متاسفانه تغییر نکرده و همچنان به دنبال افزایش خشونت است. از جمله یکش امروز در غزنی، زابل، چند پیش در بامیان، یکی از امترین نقاط افغانستان متاسفانه مورد حمله قرار گرفت. دلیل دوم هم میتانه البته چندگانگی در بین رهبری طالبان باشد، چرا که در این اواخر طالبان مسئولیت زیادی، بخش های زیاد از حملات که انجام میشه را به عهده نمیگیره. این به علامت دوم است. بحث سوم هم
تخریب کاران هست که ممکن است تلاش میکنه به پروسه را آسیب برسانه، ولی هیچ گروه تروریستی قوی غیر از طالبان توان به طالبان و شبکه حقانی توان انجام این حملات را نداره و به این دلیل است که مذاکرات صلح در دوحه هم با پیچیدگی های بسیار جدی همراست و دولت افغانستان محتاطانه عمل میکنه. در ایران بارندگی های متنوع باعث آب گرفتگی در بسیاری از شهرهای استان خوزستان در جنوب ایران شده. در بعضی از شهرها آب به داخل خانه ها نفوذ کرده. سازمان هلال احمر این استان گفته که بیش از 700 نفر را نجات داده. مدیر کل هواشناسی استان خوزستان هم اعلام کرده که بیشترین میزان بارش در بندر ماه شهر بوده. پیش‌بینی شده که بارندگی تا فردا ادامه پیدا کند. یکی از شهروندان این مناطق در تصاویری که برای ما فرستاده از شرایط زندگی ساکنان این منطقه بعد از این آب گرفتگی ها برامون بیشتر توضیح میده. این یکی از منازل بلوکیای که کامل رفته زیر آب. واقعا باید تأسف بخوری. شهری که کنار بندره، شهری که مسئولین بی‌کفایت و نالایق دارن، شهری که هیچ کس به فکر ملتش نیست، تمام مسئولین وعده و ویدای علیکی به این ملت دادن، فقط فکر خودشون بودن. بفرمایید. شهری که به نام امام خمینی مزین شده، شهری که با داشتن تمام توانایی‌های مالی خرج کل ملت ایران داره میده، هم از پتروشیمیا، بندر، راه آهن، جاده‌های سرتاسری، اولین بندری که لازم چی بگم، اینم از روز و حال ملت سربندر. بعد از 40 سال، بعد از 40 سال هنوز هیچ کاری نتونستن برای مردم بکنن. واقعا دستشون درد نکنه مسئولین، هم از شهرداری و بخشداری و شورای شهر و سازمان آبفا و یا هر سازمانی که به این موضوع ربط داره. علا برکت الله. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در ادامه واکنش ها به ترور معاون وزیر دفاع ایران، مشاور فرمانده سپاه میگوید نباید با این مسئله احساسی برخورد کرد. حمله انتحاری به یک پایگاه ارتش افغانستان در ولایت غزنی دست کم 30 نفر را کشت. در ادامه برنامه، گرفتاری تازه ارمنی‌های قره‌باغ بعد از آتش بس. وزارت بهداشت ایران میگوید محدودیت‌های روزهای گذشته در بسیاری از شهرها باعث کاهش شمار قربانیان کرونا شده. طبق آمار رسمی در شبانه روز گذشته 389 نفر جانشان را از دست دادند، دومین روز پیاپی که شمار درگذشتگان کمتر از 400 نفر بوده. با این حال وزیر بهداشت هشدار داده که شهروندان باید همچنان مقررات بهداشتی را رعایت کنند. باران عباسی گزارش می‌دهد. شادی فرانسوی‌ها از بازگشایی فروشگاه‌ها بعد از 2 ماه تعطیلی برای مقابله با کرونا. اجرای سنت هفته‌های پایانی سال برنامه بسیاری از پاریسی‌ها. دلم بیشتر برای دیدن تزیینات کریسمس تنگ شده بود تا خرید کردن. دوست داشتم بچه‌مو بیارم تا برق هیجان رو تو چشاش ببینم. در بریتانیا تنها چند روز مانده به پایان تعطیلی‌ها، تجمع هزاران نفر در مرکز لندن در اعتراض به محدودیت‌ها برای کنترل کرونا. در کشوری با بیش از 58 هزار جان باخته، بیشترین در اروپا. شعار آزادی از دهان معترضان بدون ماسک. پلیس می‌گوید بیش از 60 نفر دستگیر شدند.
در ایران وزارت بهداشت میگوید در پی تعطیلی‌های گسترده در بسیاری از شهرها شمار جانباختگان کاهش داشته. بنابر آمار رسمی در شبانه روز گذشته حدود 13,000 بیمار جدید شناسایی شده و 389 نفر هم جان خود را از دست دادند. وزیر بهداشت هشدار داده مقررات مقابله با کرونا همچنان باید اجرا شود. امروز دومین روزی است که ما مرگ زیر 400 نفر رو داریم تجربه میکنیم. تقاضا میکنم که این آمار خوشنود کننده رو به پای عادی انگاری اوضاع نگذارن. باز هم همون ضربه رو خواهیم خورد که من در اردیبهشت ما عرض کردم که از گوشه های این زمین دقیقه 90 گل خواهیم خورد. در آمریکا صف آزمایش کرونا بعد از پایان تعطیلات روز شکرگزاری. برخلاف درخواست مقام ها میلیون ها نفر هفته گذشته به سفر رفتند. پزشکان میگویند بسیاری از این افراد ممکن است در طول تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی از بیمارستان سر در بیاورند. شمار مبتلایان بستری در بیمارستان ها به 91,000 نفر رسیده. بیشترین تعداد از زمان آغاز همه‌گیری در آمریکا. وضعیتی مشابه در هند، دومین کشور بعد از آمریکا از نظر شمار مبتلایان با بیش از 9 میلیون بیمار. تلاش مقام ها برای اخطار به شهروندان با گرداندن عروسک کرونا در خیابان ها. چهره ترسناک اما ناتوان از خلوت نگه داشتن بازارهای آخر هفته و جلوگیری از هجوم خریداران. باران عباسی، بی بی سی. در روزهای اخیر تب تولد نوزادان در روز 9/9/99 دوباره بالا گرفت. کار تا جایی پیش رفت که برنامه‌ریزی برای تولد در ساعت 9:09 دقیقه امروز هم مطرح شد. حتی سخنگوی سازمان ثبت احوال ایران اعلام کرد که امکان صدور شناسنامه در 15 روز برای کسانی که در 15 روز اول آذر متولد شدن در این تاریخ وجود داره. اما چرا تاریخ‌های روند بعضی را اینقدر هیجان زده می‌کنه؟ نظر بعضی از شما بینندگانمون رو در این باره بشنوید. من به شخص دو نفر از اعضای فامیلمون که متولد 8/8/38 هستن و یکیشون هم 27/7/27 هستش دیدم که خب سالیان سال دارن زندگی میکنن، دو تا فرد خیلی عادی هستن و فکر نمیکنم که این تاریخ تولد به غیر از این که فقط خب مثلا جلوی کسی بخوای بگی که خب ببین من مثلا همه با هم دیگه اعداد با هم روند میشن، من فکر نمیکنم هیچ چیز دیگه ای داشته باشه. یعنی تأثیری تو این که مثلا شما یه فرد خیلی خاصی تو این جامعه بشید نداره. اگر کسی این کارو میکنه و خدای نکرده بچه رو زود به دنیا میارن یا دیر به دنیا میارن یا حتی تو این تاریخ ازدواج میکنن، فکر نمیکنم توی خوشبختیشون یا اینکه هوش خیلی زیاد یا شانس خیلی زیادی پیدا بکنن داشته باشه. فکر میکنم همه چیز به خود آدمها بستگی داره. چرا مردم حاضرن سلامتی مادر و فرزند اون مادر رو به خطر بندازن تا مثلا 9/9/99 بخواد به دنیا بیاد؟ اگه میخوان این کارو بکنین اصلا امسال بچه دار نشین، بذارین سال بعد بچه دار بشین، میتونین یک بچه تون به دنیا بیارین. کاری که شما میکنید خوبی نیست، ظلم به فرزندتون. به نظر من کسایی که برای این چیزای کوچیک برنامه ریزی میکنن منبع آرامششون درونی نیست، بیرونیه. اینها از ظاهر لذت میبرن، همونایی هستند که با 10 خونه و ماشین و ویلا هم آرامش پیدا نمی کنن. یکی از مؤلفه ها و دلایل فساد همینه، از همین چیزها نشأت میگیره. اینا نیاز به روان درمانی دارن. با توجه به اتفاقاتی که برای این تاریخ افتاد در فضای مجازی و خیلی ها واکنش های منفی نسبت به این تاریخ داشتن، به نظرم همون بچه در آینده تاریخ تولد خودش رو پنهان میکنه. من نمیفهمم واقعا تو ایران مگه ما امیدی برای زندگی داریم؟ مگه اصلا چیزی وجود داره تا بشه خوشحال و خوشبخت بود که حالا این همه آدم دوست دارم بچه هاشون 9/9/99 به دنیا بیان که تهش چی بشه؟ چی رو میخوان ثابت کنن؟ واقعا نمیفهمم و نمیدونم این همه جهل از کجا میاد. ملت ما چرا همیشه دنبال حاشیه‌ان؟ چرا هیچ وقت فکر نمی کنن؟ نظر بعضی از شما بینندگانمون رو شنیدیم درباره این تب تولد نوزادان در 9/9/99 که در واقع امروز هست 9 آذر.
از پایان جنگ جمهوری آذربایجان و ارمنستان حدود 3 هفته می‌گذرد. بر اساس توافق آتش‌بس، چند ناحیه در حوالی منطقه قره‌باغ به جمهوری آذربایجان پس داده می‌شود. این مناطق را نظامیان ارمنستان در دهه 90 میلادی تصرف کرده بودند. یوری وندیک، خبرنگار بی بی سی، درباره شکست ارمنستان در این جنگ و آشکار شدن واقعیت آتش‌بس برای هزاران نفر از ارامنه گزارش می‌دهد. مردمی شکست خورده. تنها همین چند ماه پیش هزاران ارمنی این سرزمین را با افتخار خانه می نامیدند. دیگر اما نه. از این روز که این خانواده ها به جای ناشناخته پا خواهند گذاشت، به عنوان بخشی از آتش بس، مناطقی که ارامنه حدود 30 سال پیش تصرف کرده بودند، به جمهوری آذربایجان پس داده می شود. سربازان روسیه برای حفاظت از آتش بس به این مناطق آمدند. جنگ به پایان رسیده. اینجا تحت کنترل ارامنه باقی میمونه، ولی بیشتر افراد تصمیم گرفتن اینجا رو ترک کنن. اونا احساس میکنن که مفاد توافق صلح خیلی مبهمه و احساس امنیت نمیکنن. استپان یکی از آنهاست. او از آمریکا به خانه بازگشته بود تا این فروشگاه را باز کند. این چیزی است که برایش باقی مانده. ولی نگرانی از اینکه آذری‌ها در همسایگی می‌توانند به این منطقه بیایند سبب می‌شود تا او و بسیاری دیگر اینجا را ترک کنند. نه، من احساس امنیت نمی‌کنم، چون درباره آینده اطمینان ندارم. الان اونا میگن منطقه لاچین در دست ارامنه میمونه، ولی من معنیش رو نمی‌فهمم. کی امنیت من رو تأمین می‌کنه؟ حافظان صلح روس؟ سوال‌های زیادی مطرحه. ده‌ها هزار ارمنی خانه‌هایشان را از دست دادند و حالا پناهنده‌اند. روزانا معلم مدرسه است. او و 2 فرزندش همراه با 20 نفر دیگر پشت یک کامیون سوار شدند و از جنگ گریختند. سفری طاقت فرسا در جاده های کوهستانی. همه چیزی که تونستم بردارم یه آلبوم عکس بود. وقتی به بچه هم گفتم که نمیتونیم به خونه برگردیم، گریه کردن. اونا نمیخوان اینجا مدرسه برن. میخوان با دوستاشون باشن. خانواده دیگر و داستانی دیگر از رنج. کامسار، هنرمندی که 2 ماه است در جستجوی پسر 22 ساله‌اش است. طرح‌های زیادی از پسرم کشیدم. اینجا داره پیانو میزنه. او پسرش را مردی با ذوق و علاقمند به مطالعه و نوازندگی معرفی می‌کند. او در خط مقدم می‌جنگید، اما در اولین روزهای جنگ ناپدید شد. گفت برمیگرده و با هم کار هنری می‌کنیم. من کارهای هنریم رو برای اون انجام میدم. امیدوارم که برگرده. اگر این امید رو نداشتم نمیتونستم کار کنم. برای کامسار و بسیاری از ارامنه زمان طولانی نیاز است تا بر آسیب این جنگ کوتاه اما بی‌رحمانه غلبه کنند. یوری وندیک، بی بی سی نیوز، آرمنیه. با این گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از اینکه همراه ما هستید.